أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله
وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأقبلت امرأة في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه فأقبلت امرأة في صرة فصكت وجهها قالت وقالت عجوز عقيم صدق الله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. سلام عليكم ورحمة الله. برادران و خواهران عزيز، بینندگان برنامه درسهایی از قرآن تلویزیون ایمان، خدا را با سپاس و شکر که به ما توفیق داد که امروز هم در خدمت شما باشیم. مهمان کانون گرم خانواده و هر جای دیگه هستیم باشیم و انشالله خداوند به همه ما توفیق بده تا قرآن را بخوانیم و بفهمیم و انشالله عمل کنیم. رسیدیم به آیه شماره 21 سوره مبارکه نبع که می فرماید این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا یرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا كذابا وكل شيء احصیناه وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. آیه 21 الى 30 سوره مبارکه نبع که میفرماید همانا دوزخ کمینگاهی است برای سرکشان، مرصادا للطاغین مآب، برای سرکشان جایگاه و بازگشتگاهی است، مآبا لابثین فیها احقابا، روزگارانی در آن به سر برند. لابثین فیها احقابا، در آن دوزخ نه خنکی چشند و نه آشامیدنی.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا مگر آب جوش و خونابه و چرکابه‌ای که این کیفری مناسب گناه آنهاست جزاء وفاقا. آنان بودند که به روز حساب امید و باوری نداشتند. انهم کانوا لا یرجون حسابا و کذبوا به آیات لا کذبا و آیات ما را به سختی تکذیب می کردند. و کل شیء احصیناه کتابا و ما حساب همه چیز را در کتاب خود داشتیم و نوشته بودیم. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا پس بچشید که جز عذاب بر شما نمی افزاییم. عزیزان سوره مبارکه نبأ یکی از سوره هایی است بسیار بسیار با عظمت و عمیق که این سوره با یادآوری مسئله قیامت و معاد شروع میشه. عن النبأ العظیم که در رابطه با یک نبأ بزرگ و یک خبر بسیار بزرگ و مهم این سوره شروع میشه و این سوره با سوال شروع میشه. عم یتساءلون وقتی ما بخوایم مخاطب خود ما را به یک مسئله بسیار مهمی متذکر کنیم و یادآور و یادش بیاریم و یادآور کنیم یکی از راههایی است که ما اون صحبت خود با سوال شروع کنیم یا توجه مخاطب خود با یک سوال به اون مسئله که ما میخواییم به اون توجه کنند شروع کنیم. رسید از نحوه قیامت که صحبت کردیم یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابواب و سیرت الجبال فکانت سرابا. بعد این آیات آیات انذاری است که به ما اختار می‌دهد که اگر در هر حال ما اگر خدا را فراموش کنیم و هیچ وقت هم به خدا بر نگردیم و اصرار بر گناه خود بکنیم اصرار بر معصیت و طغیان خود بکنیم عاقبت ما همیست. خب آیات بعدی هم هست که ان للمتقین مفازا در رابطه با متقین. خب اینجا در رابطه با طاغین است کسانی که طغیان میکنن. در آیه 31 به بعد در رابطه با متقین است انسانهای شایسته و پرهیزکار و پارسا. مرصاد در آیه شماره 21 کلمه مرصاد یعنی کمینگاه که در سوره مبارکه فجر هم داره بین ربک لبالمرصاد یعنی کمینگاه. طاغین از کلمه طغیان است. در سوره مبارکه علق هم داریم که خداوند متعال می‌فرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان در صورتی طغیان می‌کند که خود بی‌نیاز ببیند خود بی‌نیاز ببیند. اگر نعمتی خوشی به او میرسد بگه که از خودم است من خودم تلاش کردم. همین که یک سیئه یا سختی بر زندگی او اصابت میکنه میگه که از خداوند است چرا خدا با من این کار میکنه ولی زای کار درست نیست. طاغین کسانی هستن که خود بی نیاز میبینن کسانی که بی اندازه در معصیت پیش رفتن و طغیان کردند و به قول انگلیسی در زبان انگلیسی میگه unleash شدن یا افسار از هم گسیختن. کلمه معاب در آیه شماره 22 تل طاغین معابا از اوب میآید به معنای قرارگاه رجوع. این معنی توبه هم از همین کلمه است. توبه یعنی بازگشت. از اوب میآید. و چرا فرجام در واقع انسان‌های طاغین مآب میگن لطاغین مآبا به خاطری است که انسان با عمل خود او را فراهم کرده. ما جایگاه خود در آخرت با اعمال خود عزیزان درست میکنیم. اگر اعمال ما پاکیزه باشد با تقوا باشد با اخلاص باشد فقط در راه خدا باشد خب اون مآب ما یا عاقبت ما یا محل بازگشت ما
جایگاهی است متناسب با اعمال خوب ما. اگر اعمال بد ما سنگینی کند، بازگشت ما متناسب با اعمال بد ماست که سنگینی کردن. ولذا انسان با اعمال خود او جایگاه فراهم کرده و به او باز می‌گردد. در آیه 22 در رابطه در واقع طاغین است. انسان‌های طغیانگر، انسان‌هایی که سرکش هستند. کلمه احقاب، لابسین فی احقاب، جمع حقب است به معنای مدت طولانی، که در روایات می‌خوانیم که اعقاب جمع حقب، هر حقب 60 سال، بعضیا میگن 80 سال است، که هر روز آن مثل 1000 سالی است که شما در دنیا میشمارید، چون سالی که در و روزی که در آخرت است خب فرق میکند با روزی دنیای ما. الا حمیما و غساقا، حمیم یعنی آب داغ و اصلا حمیم یعنی داغ. حتی در قرآن داریم که ولی حمیم داریم، یعنی دوستی که بسیار داغ شده، یعنی به هم چسبیدن، بسیار با هم رفیق هستن. این گرمای بسیار شدیدی هست بین این رفاقت، رفاقتی است بسیار گرم، رفاقتی است بسیار داغ. ما داریم در مثل فارسی هم داریم که میگه مثلا اهالی فلان شهر انسان‌های بسیار خونگرمی هستن، مثلا اهالی شهر هرات، شهر عرفان، شهر ادب و در واقع شهر علم و دانش، میگن بسیار انسان‌های خونگرمی هستن. مثلا اهالی قندهار، کابل و جای مختلفی افغانستان عزیز ما، مردمی که مهمان نواز هستند، مهمان دوست هستند، ما اینها رو میگیم انسان‌های خونگرم هستند. حمیم هم همین هست، اما معنای اصلی حمیم یعنی داغ. در این آیه حمیم یعنی آب داغ. غساق آب زردی است که از چرک و خون جاری میشه، که حمیما آب داغی که این آب داغ غساق است، یعنی اون آبی که از چرک و خون میاد و داغ است. شاید معنای این آیه ای باشد که جهنم برای همه در کمین است. عزیزان، مؤمن باید بین خوف و رجاء زندگی کند. خوف یعنی ترس، یعنی اینکه انسانی که اعمالی انجام میدهد، نمازی میخواند، بالاخره صدقه‌ای میدهد، دل کسی را خوشحال میکند، به مسجدی کمک میکند یا مسجدی میسازد، کمک میکند به مردم فقیر در افغانستان، به ایتام، به بیوه‌زنان، به فقرا، به جنگ زده ها، به سرما زده ها کمک میکند. اما باید یک ترسی داشته باشد از اینکه خدای نکرده نکنه که این کارش برای نفس خودش بوده، برای اینکه یک ریایی ده او باشد، نه برای خدا. در این حال باید رجا هم داشته باشد، یعنی امید. میگه خداوند قدر بخشنده و مهربان است که این عمل اعمال خوب منه که ولو 100% اخلاص ده او نباشد، اما قدر کریم است، قدر غفور است، قدر رحیم و رحمان است که قبول می کند. ولذا این مؤمن هیچ وقت امید خود از دست نمیده چون رجاء دارد، و هیچ وقت مغرور به اعمال خود نمیشه چون خوف دارد. بله، خب جهنم برای همه در کمین است، اما متقین عبور می کنند از این خطر، اما مجرمان جایگاهی بر آنها هست. میگه لابسین فیها احقاب للطاغین مآبا. عزیزان، سوره مبارکه نبأ در ای آیه که میفرماید جزاء وفاقا، میفرماید که با توجه به عدالت الهی، کیفر و جزای هر کس مطابق با اعمال اوست. جزاء وفاقا، وفق میده با اعمال او شخص. فلن نزیدکم الا عذابا، به خاطر زیادی کفر فرار از حق میکند. فلن نزیدکم الا عذاب. بعضی ها هستن
دیگر ناامیدی از خدا شدن. یا بعضی هستن قلوب اونها که میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، در جای طبع الله علی قلوبهم. در آیه 6 سوره مبارکه بقره خداوند میفرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ما رقم کافر داریم عزیزان، کفاری داریم که در واقع لجوج نیستند و احتمال برگشت اونها هست، اما بعضی از کفار هستند که خداوند میفرماید که سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چه انذار و warning یا اختار بر اینها بدهین یا ندهین، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. چرا که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة، بر قلوب اونها، بر گوشای اونها دیگر یک پرده ای زده شده و مهری زده شده که حقیقت راهی پیدا نمیکنه، ایمان راهی پیدا نمیکنه. در سوره مبارکی نوح خداوند متعال بسیار زیبا فلم یزیدهم الا دعائی الا فرار. درد دل حضرت نوح علیه السلام است که فلم یزیدهم دعائی الا فرار، هر چی اونها را میخوانم و دعوت میکنم به سمت خداوند متعال اونها فرار میکنند، اونها دورتر میشوند، اونها دورتر میشوند. در برابر هر دعوتی از انبیا فرار کفار بیشتر است، بیشتر میشه. خداوند خب عذاب اونها رو بیشتر میکنه، فلن نزیدکم الا عذاب، شما الا فرارا، خدا الا عذاب. در دوزخ به جای سردی گرمی و به جای نوشیدنی غساق است، بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا. خداوند اقدر به ما لطف کند که می کند و این توفیق بدهد که ما با توبه از دنیا بریم و همیشه امید داشته باشیم به بخشش و رحمت و مغفرت الهی که می فرماید یا من سبقت رحمته غضبه. دعاست کسی که سبقت می جوید رحمت او بر غضبش، خداوند متعال رحمتش از وسعت ربی کل شیء، وسعت، بله، رحمت خداوند متعال وسیع است، وسیع است. سوره مبارکه انعام، پیامی که از این سوره ها میگیریم و از این آیات میگیریم، مخصوصا در این چند آیه که از سوره مبارکه نبع میخوانیم، این است که یک، دوزخ و جهنم در کمین خلافکاران است، در کمین مجرمان است. این ربک لبالمرصاد، این ربک لبالمرصاد. لذا همیشه انسان باید همه که خدای نکرده، خدای نخواسته از او یک گناهی سرزد و یک معصیتی سرزد، سریع برگرده و توبه کند. اولا همه که انسان پشیمان میشه از گناه خودش، همه توبه است، اما این توبه خودشه و پشیمانی خودشه زینت میده با ذکر استغفر الله ربی و توبه اله یا الهی العفو، یا به فارسی میگه یا به انگلیسی، به هر زبانی، که خدایا ببخش من، خدایا سر تقصیرات من بگذار، خدایا وقتی من از این دنیا میبری به سرای باقی، من با مغفرت خود از این دنیا ببر، بخشیده از این دنیا ببر. این دعاست. و نکته دیگر، کسانی که گناهکار هستند شک نکنند که قطعا به دام میفتند، قطعا به حساب آنها رسیدگی میشن. یک مثالی هست بین پلیس ها که میگه مجرم هر کاری کند، هر جایی برد، قطعا
به دام پلیس میفتد، به دام قانون میفتد. خب این کلام الهی نیست، کلام الهی است. اگر ما بعضی وقتا صحبت هایی میکنیم که حتی نمیدانیم که از قرآن هست یا از حدیثی هست، از کتاب الهی است، در بعد از اون پیدا میکنیم، به خاطری که این به خاطر فطرت ماست عزیزان. خداوند فطرت ما را فطرت الهی قرار داده. خداوند از روح خودش به ما دمیده و نفخت فیه من روح مرصادن للطاغین. این یک کمینگاهی است برای گناهکاران و طغیان کنندگان، کسانی که سرکشی کردند. پیام دیگر، طغیانگری نشانه دوزخیان است، کسانی که طغیان میکنند در برابر خدا. ببینید بعضی وقتا انسان گناه مرتکب میشه، کم و زیاد پشیمان است، همین خودی پشیمانی، ولو بعدن همی گناه انجام بدهد، این نشانه طغیان نیست. طغیان کسی است که اصلا از گناه خود نه تنها پشیمان نیست، بلکه افتخار میکند، بلکه دیگران هم تشویق میکند، بعد از هر گناهی بیشتر تشویق میشه برای گناه کردن و برای تکرار اون گناه، و بلکه گناهانی بسی بزرگتر و کلانتر. این انسان ها طاغی هستن، این انسان ها سرکش هستن. چهار، کیفرهای الهی عادلانه است، جزاء وفاقا، بنابر اعمال خود ما کیفر میشیم. اگر خوب داشته باشیم اجر و پاداش، اگر نعوذ بالله بد داشته باشیم و توبه نکرده باشیم، خب عذاب است و سختی هست. احتمال حساب و کتاب در قیامت همین خودش کافی است که انسان کنترل کند خودم و اعمال خودم. اگر ما بدانیم عزیزان که در آخرت یک جایی هست که حسابی هست و کتابی هست. ببینید الان در بعضی مغازه هایی که شما تشریف میبرین، کسانی که در امریکا هستن، حالا اروپا رو نمیدونم، که اونجا والمارت هست، والگرینز هست، یه جور استورها یا دکانها و فروشگاه های بسیار بزرگ، یا در بانک، در بانک ها میبینیم که کارمندای بانک یک ذره پیسه را به جیب خود نمیگیرن. چرا؟ چون میدونن که حساب و کتابی هست. شاگرد یک مغازه، یک دکان وقتی میره، فکر میکنه که میتونه که مثلا یک پولی چیزی بگیرن؟ نه خیر، چون میدوند که صاحب کارش حساب و کتابی را دارن و حساب میکنند و ذره به ذره میبیند که چیزی کم نباشه، اگه چیزی کم باشد باید پس بدن. چرا او شاگرد دزدی نمیکند؟ چون ایمان دارد به حساب و کتاب. چرا ما گاهی وقتا گناه میکنیم عزیزان؟ چرا گاهی وقتا ما سرکشی میکنیم؟ بخاطر او لحظه گناه ما معاد فراموش میکنیم، ما قیامت فراموش میکنیم، ما حساب و کتاب فراموش میکنیم. چرا باید توبه میکنیم؟ چون به یاد میآوریم، چون ایمان داریم به حساب و کتاب. اما انسانهای طاغی و سرکش، کسانی که طغیانگر هستند، به حساب و کتاب اصلا اعتقادی ندارند. سوره مبارکه بقره چی میفهمد؟ و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. به انسانهای منافق گفته میشه که، انسانهای طغیانگر گفته میشه که ایمان بیاورید مانند دیگر مردم. بعد چی میگن؟ قالو انؤمنو کما آمن السفها. جواب اونها این است که آیا ما ایمان بیاوریم مانند این انسانهای سفیه و انسانهایی که بیعقل هستند و معذرت میخوایم دیوانه هستند؟ یعنی اونها انسانهای مؤمن عقب مانده میدانن. الان ما میبینیم در بعضی در جامعه ما بعضی از اشخاص هستن به علت جهلی که به دین دارن، کسانی که متدین هستن، اهل نماز هستن، اهل مثلا حجاب هستن یا نماز هستن، یا بالاخره تمرین میکنن و
عمل بکنن به واجبات دین مبین اسلام و دوری میجوین از حرام، از محرمات، اونها رو میگه اینها عقب مانده هستند. عین کلام قرآن کریم میفرماید و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها. خداوند چی میفرماید؟ الا انهم، بهوش باشید که همان اونها سفیه هستند، ولکن لا یعلمون، ولکن نمیدانند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. بعضی از منافقان میان در جمع مؤمنین میگه ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وقتی که اونها خلوت میکنن با شیاطین خود، میگه ما با شما هستیم، ما اونها رو مسخره میکنیم، ریشخند میکنیم. ببینید بی اعتقادی به قیامت رمز طغیان است. للطاغین مآبا لا یرجون حسابا. اعتقاد ندارن به قیامت، لا یرجون، امید ندارن به حساب و کتابی، امید ندارن به قیامت. چون میدونید یکی از نامه‌های قیامت یوم الحساب است. ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم الحساب. انکار قیامت زمینه انکار همه چیز است. کسی که قیامت انکار کند، کسی که معاد انکار کند، او خدا را هم انکار میکند، او قرآن را انکار میکند، او تمام ادیان را انکار، تمام پیامبران را انکار میکند، حق و حقیقت را انکار میکند. ولذا میبینیم فساد بین اینها بیشتر است، آمار خودکشی بین اینها بیشتر است، اعتقاد ندارن، آمار قتل و غارت و تجاوز و عنف بیشتر است، بی اخلاقی در این جوامع بیشتر است، بی حیایی در این جامعه بیشتر است. لا یرجون حسابا و کذبوا بآیاتنا کذابا. ببینید لا یرجون حسابا، عدم اعتقاد به قیامت، بعد و کذبوا بآیاتنا کذابا. وقتی قیامت اعتقاد نداشته باشه، تکذیب میکند آیات الهی را، مجبور تکذیب کند، چون تمام قرآن سر تا سر از قیامت صحبت میکنند. چندین سوره داریم که اینها با نامهایی از قیامت شروع شده و حتی نام اون سوره، مثلا سوره القارعه، سوره القیامه، سوره حاقه، سوره زلزله و دیگر موارد. ریز و درشت کارها حساب میشن و مکتوب میشن. خداوند احاطه علمی به همه چیز دارد عزیزان، به همه چیز، و این احاطه هم ثابت و واقعی است. کتابا، خب کتاب رمز بقا و ثبوت است. ما چرا چیزی را مکتوب میکنیم؟ چون میخواییم که اون مطلب مکتوب و ثابت باشد. و کل شیء احصیناه کتاب. درس هایی است که عزیزان ما باید سرلوحه زندگی خود قرار بدهیم تا قرآن وقتی که میخوانیم بفهمیم. و مطمئن باشید که اگر قرآنی که ما میخوانیم بفهمیم و انشاءالله توجه داشته باشیم، برای عمل و آیات الهی ما موفق‌تر خواهیم بود. خدا را سپاس که امروز هم خداوند به ما توفیق داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله هفته آینده مبحث تجوید رو هم خواهیم داشت در برنامه خود و انشاءالله آیه 31 تا 36 سوره مبارکه نبر هم خدمت شما عرض میکنم، مختصراً بعضی از موارد تفسیری و بعضی نکات دیگر در رابطه با این آیات که در رابطه با عاقبت متقین هست. خب امروز در رابطه با عاقبت سرکشان و طغیانگران صحبت کردیم، انشاءالله هفته آینده در رابطه با عاقبت انسان‌های با تقوا صحبت خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. خداوند، از خداوند مسئلت می‌جوییم که همه ما را جهت اطاعت او و جهت عبادت او موفق بدارد ان شاء الله تعالی. خداوند و همه ما توفیق بدهد که با قرآن زندگی کنیم و زنده بمانیم، با قرآن بمیریم و با قرآن مشهور شدیم. تشکر از اینکه
این برنامه رو مشاهده کردید، برنامه درسایی از قرآن تلویزیونی ایمان. انشالله وعده دیگر ما هفته آینده روزی دوشنبه انشالله ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شمال کالیفرنیا الی 4 بعد از ظهر انشالله که این برنامه رو ببینین و برنامه های دیگری تلویزیون ایمان که واقعا بسیار بسیار دستن در کاران این تلویزیون زحمت میکشن که بتانن پیام های دین مبین اسلام و حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه و آله را به تک تک شما عزیزان برسانند که ذخیره‌ای باشد برای همه ما و مقدمه‌ای باشد که برای که ما هم عمل کنیم و همه ما عمل کنیم و هر چقدر ما به دین مبین اسلام آشناتر باشیم و عمل کنیم زندگی و جامعه بهتر و شادابتری خواهیم داشت ان شاء الله تعالی. التماس دعا و خدا نگهدار.